درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان خاص محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین برنامه امشب دوشنبه 19 آذر ماه ایرانی رو نیز همچون همه شبها در طول هفته با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب آغاز می سخنرانی های پرتعن و کنایه همزمان رقبای انتخاباتی روحانی به بهانه روز دانشجو و حمله به دولت روحانی خیز محافظهکاران ایرانی برای انتخابات مجلس سال آینده با فراهم کردن مقدمات کنار زدن سایر رقبا در سوی دیگر الغای ترس از بازگشت تونرها در صورت همراهی نکردن مردم با اصلاح طلبان از سوی این جریان برای ماندن در حکومت در حوزه قهر و قضا تایید حکم اعدام یک نفر دیگر از متهمان دادگاه های اقتصادی همزمان محاکمه عراقچی معاون بانک مرکزی در این دادگاه در حوزه اقتصاد صدور چهل بخشنامه برای کنترل نرخ ارز و تشدید فساد در میان همان بخشنامه ها همچنین کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و گمان زنی ها در رابطه با چگونگی صبات در این بازار در عرصه جدال های برجامی سازوکار جدید آلمان و فرانسه برای دور زدن تحریم های آمریکا بر علیه ایران بدون پوشش دادن فروش نفت و در عرصه خبرهای فرامنطقی تداوم اعتراض های موسوم به جلیق زرد ها در پاریس و خرسندی تمامیت خواهان در تهران سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 19 آذر ماه ایرانی برابر با دهم دسامبر 2018 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در آغاز با تازه های از دور تازه تنشها میان جناح های حکومتی ایران بر سر در واقع سهم از صفره انقلاب اسلامی برنامه رو می گشه ایم و آغاز می کنیم ماجره های مرد دلواپس مجلسی با نام جواد کریمی قدوسی به تازگی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد که خب به پایگاه اصلی دلواپسان تبدیل شده پنجاه درصد نمایندگان مجلس ایران رو یک جا متهم کرد که با حمایت از رهبران جنبش سبز به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی هستند که خب صد البته این اظهار موضع برای جناح موسوم به اصلاح طلبان هم سخت سنگین تمام شد و آنها رو به واکنش واداشت در این میان روزنامه همدلی در مطلبی به عنوان یک نفر علیه مجلس تعداد نمایندگان واقعی مجلس رو معدود خواند و خواهان این بود که این تعداد معدود هم بایستی در برابر چنین اتهامی و اظهار موضعی سخن بگویند این روزنامه البته در بخش دیگری از مطلب خود سخنان کریمی قدوسی رو به جنگ قدرت و رقابت میان جناهای حکومتی مرتبط دانست و اشاره کرد که ادهی در تلاشند تا مجلس رو از درون بزنند و در فاصله یک سال و اندی مانده تا انتخابات مجلس یازدهم راه رو جهت غیر خودی ها برای رسیدن به مجلس ناهموارتر کنند تا خود و هم فکرانشان در مجلس بعدی ببرند و بدوزند و یک دست تر از همیشه باشد با همین زمینه و مضمون روزنامه آرمان در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان اتهام زنی های دوباره کریمی قدوسی اظهار نظر این نماینده محافظه کار منتصب به دلواپسان رو حاشیه سازی برای حاشیه وخشی خان که تنها استفاده آن هم در صدر اخبار بودن این نماینده است آرمان در ادامه مطلب خود از جمله اشاره می کرد که با وجود اینکه بسیاری بر رفع مسائل 88 تأکید دارند اما دلواپسان کماکان از راه پیش کشیدن این مسائل تنفس می البته جدا از جدال های جناهی بر سر قدرت میان لایه های حکومت خب آگاهید کرمی قدوسی یکی از جنجلی نمایندگان مجلس به حساب می که سخنانش گاه و بیگاه و عموماً با اعتراض جناه اصلاح طلب همراه می شد ایشان در یکی از تازه ترین ادعاهای خود توییت کرده بود که دیدار محمد خاتمی و شماری از اصلاح طلبان با چند تن از مراجع تقلید در قوم برای این بود که از مراجع بخواهند در تماس تلفنی با خامنه ای ایشان رو نسبت به صادر کردن فرمان مذاکره با آمریکا ترغیب کنند. از اظهار موزه نزا آمیز کریمی قدوسی به سخنان سفت و سخت و تند و تیز رقبای انتخاباتی حسن روحانی به بهانه روز دانشجو در دانشگاه های مختلف ایران میپردازیم که البته در این نقد حجمعی هرچند از سر دشمنی با دولت روحانی بوده اما بعضا بخش شرایط واقعی کشور هم خواهناخا اشاره میشد که با نگاهی متفاوت در بسیار از های دو جناه در اون حکومت هم باستاب یافت روزنامه های جریان محافظهکاران اردوگاه اصولگرایان از جمله مثل اصر ایرانیان که خب به همین اردوگاه تندروها وابسته است سخنان انتقادی به سیاستهای روحانی رو با اظهارات جلیلی منتشر کرد همون گونه که می‌بینید حفظ برجام با جیب ملت ایران خوابی است که برای اروپا تعبیر نخواهد شد اظهار نظر آقای جلیلی بود که در این روزنامه منتشر شد روزنامه قدس نیز سخنان رئیسی رو به عنوان مشکلات کنونی ناکارآمدی تئوری وابستگی رو اثبات کرد منتشر کرده بود و سیاست های دولت روحانی رو در عرصه های مختلف زیر سوال می برد. در سوی دیگر اما روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت روحانی است در همین خصوص با انتشار بخش های سخنرانی ابراهیم رئیسی و قالیباف و جلیلی در دانشگاه های تهران در مطلبی به عنوان تریبون آزاد برای رغبا به همین حملات لفظی رقبای روحانی پرداخته بود روزنامه ایران در بخش از گزارش خود اشاره داشت که مشهورترین منتقدان روحانی از جمله رقبای انتخاباتی او از تریبون دانشگاه دولت رو آماج نقدهای خود کردند در حقیقت ویژه برنامه های گرامی داشت روز دانشجو در حکم تریبون آزادی برای منتقدان و رقبای دولت تبدیل شده بود همچنین روزنامه قانون در مطلبی به عنوان ماهیگیران آبهای گلالود ضمن منتشر کردن بخش های سخنان رقبای روحانی عنوان کرده بود که موضوعاتی که ابراهیم رئیسی و یا قالیباف به زبان می آورند بیشک هر ایرانی از آن اطلاع دارد و می تواند درباره آن سخن بگوید اما اینکه از بیرون گود به طور دائم برای بازی دادن افکار عمومی مسائل روشنتر از روز رو بیان کنند و خود رو در میان این آشفت بازار قهرمان جلوه دهند اقدام پوپولیستی است یعنی عوام فریبانه هست و مردم به خوبی بعد از دوران احمدی نژاد این سبک سیاست مداری رو شناخته و این طیف نیز بایستی بدانند که فعالیت های آنها نتیجه ای در بر ندارد البته خب روزنامه های اصلاح طلب هم نمیخوام قبول کنند اتفاقا نتیجه خواهد داشت و چه بسا در دور بعدی در خلع نیروهای سیاسی راستین آنها ببرند علی حال قانون دولت دوم روحانی رو یکی از دولت‌های ناکارآمد ایران حتی پیش از انقلاب سال 57 خواند اما با این حال معتقد بود که اینکه ادعی در این اوضاع قصد داشته باشند از آب گلالود ماهی بگیرند و فضا رو به سمتی ببرند که گویی مردم اشتباه کرده‌اند سخت در اشتباهند صفحه یک رو کماکان با ستیز و نبرد قدرت در جمهوری اسلامی و این بار از سوی گروه اصلاح طلب دنبال می که آنان هم هم آزرده‌اند و هم نظارگر بازی قدرت اصلی در دست محافظه‌کاران در این میان روزنامه بهار که خب به جریانات تحول‌خواهان نزدیک هست در مطلبی به عنوان مجادله اصلاح طلبان برای قهر و آشتی به موضوع سخنان اخیر برخی از مؤثر اصلاح طلب در خصوص انتخابات آینده پرداخته بود که از یک سو اعلام می کرد در صورت لزوم نباید در انتخابات شرکت کرد و از طرف دیگر به حضوری در انتخابات برای مقابله با قدرت گرفتن تونرها تأکید داشت پارادوکسی که از جنین اصلاحات اخیرا زاده شده است یعنی سردرگمی مشهودی دارن که واقعا نمیدانند چه تصمیمی بایستی بگیرن روزنامه بهار در این مطلب با اشاره به سخنان آقای حجاریان که میشناسید تئوریسین جناح اصلاح طلبان هست و حضور صد درصدی اصلاح طلبان در انتخابات و یا گذشتن از خیر آن رو اخیرا مطرح کرد نوشته بود که امروز کنار کشیدن اصلاح طلبان باعث روی کار آمدن افرادی مثل باهنر و لاریجانی و ناطق نوری نمی شود بلکه سر و کار اصلاحات با طیف تنروی اصولگرای است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بارها و بارها در موزگیری های متعدد اعلام کردند اصلاحات مرد و آنها آخرین میخ را به تابوت اصلاحات زدند بنابراین قهر از صندوق رأی میتواند بازگشتی باشد به دوران احمدی نژاد و حتی شرایط بهتر از آن اما همزمان این روزنامه سخنان محمد اطریانفر یکی از اصلاح طلبان تقریبا صاحب نام مقیم تهران رو منتشر کرده بود که گویا گفت راه موفقیت جناح چپ در ائتلاف جناح چپ منظور همون طیف های مختلف اصلاح طلبان رو اصطلاحا میگویند جناح چپ در ائتلاف است اگرچه در بزنگاه های انتخاباتی نوعا حق اصلاح طلبان هم زایه می شود. اما غیر قابل تصور است که روزی با صندوق ها قهر کنیم و مجبوریم به یک مرحله متناظری تن دهیم به عبارتی ناچاریم در عرصه رقابت ها دست به انتخاب نسبی بزنیم در واقع مردم رو مخیر به بد و بدتر کردن بهار سخنان آقای گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی رو هم منتشر کرده بود که معتقد بود گرچه اصلاح طلبان نمی با تمام امکانات به انتخابات بیایند اما می مانع به قدرت رسیدن ها شوند بسیار تلخ هست برای افکارمون ایران گویا سطح مطالبات اصلاح طلبان ایرانی که روزی اصلاح حکومت و پیش بردن آن به سوی دموکراسی هدفشان بود اکنون به کم کردن اثر و قدرت محافظهکاران تنرو محدود شده و حتی حاضرن برای ماندن در قدرت با محافظه های کمی ملایم به سوی خودشون اعتلاف هم بکنند برنامه امشب صفحه یک رو با موضوع دادگاه های ویژه اقتصادی که صدور احکامش با انتقاد برخی از نهادهای بینالمللی حقوق بشری همراه بوده ادامه میدهم که بنا به گفته ای یک حکم اعدام دیگر در همین دادگاه های اقتصادی تایید شد و متهم به زودی اعدام خواهد شد ماشین کشتار به فرمان خامنه ای در این میان روزنامه حمایت ارگان نهاد قضایی ایران در مطلبی به عنوان تایید حکم اعدام باغری در دیوان عالی کشور خبر داد که حکم اعدام یکی دیگر از متهمانی که در دادگاه ویژه اقتصادی به اعدام محکوم شده در دیوان عالی تایید شده و اجرا خواهد شد پس از تلاطم در بازار ارز ایران خب آگاهید وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو فعال بازار سکه اعدام شده بودند و داریوش ابراهیمیان و یونس بهایدنی نیز به اعدام محکوم شدند اما این دو حکم هنوز در دیوان عالی تایید نشد در سوی دیگر ماجرا همین روزنامه حمایت تریبون چاپی قوه قضاییه ایران از محاکمه آقای احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی در دادگاه ویژه خبر داد و به نقل از آقای اژه عنوان کرد که هنوز برای پرونده عراقچی تعیین وقت رسیدگی نشده اما پروندهش نه متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند از این جهت موضوع آقای عراقچی مهمی که به هر روی برادرزاده آقای عباس عراقچی هست و این هم برای خودش تعابیر و تفاسیر مختلف دارد گفتنی است که در ماه اخیر موج هدایت شده از اعدام خواهی در رسانه های وابسته به اردوگاه اصولگرایان دست راستی های حکومت و به خصوص رسانه های نزدیک به قوه قضایی به راه افتاده و برخی مقام ها و مراجع تقلید حکومتی از جمله آقای ناصر مکارم شیرازی و همینطور حسین نوری همدانی سریحا خواستار اعدام فوری افرادی شدند که در اقتصاد کشور به زم آنان اخلال ایجاد می و موجب افزایش مشکلات مردم می شوند فارغ از این که بارها گفته ایم ماهی از سر گنده گردد نیز دم سر و رأس که ولی فقیه باشد و نزدیکانش چنان فساد می فساد در همه ارکان کشور دامن گستر می شود تا سانی های دیگر با صفحاتی دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته از این شبکه پخش می شود صفحه یک رو همینک با صفحاتی از اقتصاد ایران و نقش حکومت در فساد گستری در سامانه اقتصاد پی می روزنامه جوان که توسط سپاه پاسداران اداره می شود و منتقد دائمی دولت روحانی است در مطلبی به عنوان کاسبی 18 میلیارد دلاری از چهل بخشنامه فسادزا معتقد بود که بخشنامه های متعدد دولت برای کنترل بازار ارز در واقع زمینه فساد رو فراهم آورد به نوشته این روزنامه برخی با بخشنامه های متعدد بانک مرکزی کاسبی را انداخته اند فرصت طلبان از چهل بخشنامه بانک مرکزی سو استفاده کرده و بخشنامه های متناقض زمینه فساد رو فراهم آورد و اگر دولت شتاب زده عمل نمی کرد شاید اتفاقاتی که به سوء استفاده یه 18 میلیارد دلاری موسوم شده رخ نمیداد. جوان به نقل از رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد که نقدینگی بسان بهمنی است که میتواند اقتصاد ایران رو نابود کند. بیش از چهل هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اختصاص داده شد که اگر به موقع عمل میشد به طور قطع شاهد این وقایع نبودیم جوان هیچ اشاره نمی کند که انباشت قدرت از اسکله و اسلحه و رسانه در دست سپاه فسادی نمیزاید. اما روزنامه تجارت نیز در مطلبی به عنوان فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است سخنان معاون حسن روحانی در مورد فساد رو باستاب داد این روزنامه در بخشی از این مطلب به نقل از معاون حقوقی روحانی اشاره کرد که فساد اصلی و سیستماتیک در سطوح مقامات بالای دولت شامل مزایده ها، ها و صدور دستورالعمل ها تصور می شود و در سطوح پایین تر رشوه یا شیرینی کارمند دولت باشد. گفته است که پیش از این هم برخی از مقامات جمهوری اسلامی به وجود فساد به صورت سیستماتیک یا به تعبیری نظام یافته اعتراف کرده بودند و حتی آقای احمد توکلی از چهره های اصولگرایان پیشین مجلسی ضمن اعتراف به این موضوع که فساد سیستماتیک شده عنوان کرد که اگر با فساد مبارزه نشود قطعا فساد جمهوری اسلامی رو ساقط می کند جالب اینجا بود که به یاد دارم ولی شخص آیت الله علی خامنی به دفعات بر این اظهارات شورید که نه این گونه هم نیست فساد سیستمی نیست فقط موردی است خبرها و نظرها رو با تازه های بحران ارزی در بازار تهران پی میگیرم تا یه چند هفته اخیر نرخ ارز با شیب ملایم نزولی همراه بوده در میان روزنامه ستاره صبح در مطلبی به عنوان روند کاهنده قیمت ارز این موضوع رو مورد بررسی و تحلیل قرار داد از جمله اشاره می کرد که بازار ارز روند کاهشی پیدا کرده انتظار مردم این است که قیمت ها کاهش یافته و واقعی تر شوند سیر نزولی و ایجاد حباب قیمت بر سر فضاسازی تحلیل ها و تفسیر ها بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی در صف فروش قرار بگیرند اما در سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی شرایط کنونی رو تا حدودی موقتی میدانند چرا که به زودی درآمد نفتی ایران با کاهش بیشتر روبرو خواهد شد و در سوی دولت در بلند مدت توان پایین نگاه داشتن نرخ با تزریق ارز در بازار رو نخواهد داشت و در واقع در مقطعی این رشته رها می شود در ادامه برنامه در عرصه سیاست خارجی و امور دیپلماسی بین‌الملل تعاملات ایران با غرب بوی مساعدت مهرامیز از سوی آلمان و فرانسه برای تشکیل کانال مالی با جمهوری اسلامی به مشام مقامات می آید. در این میان روزنامه مردم سالاری در صفحه یک خود در مطلبی و عنوان طراحی اروپایی برای کانال مالی ویژه با ایران به نقل یک روزنامه آلمانی عنوان کرده بود که اتحادیه اروپا برای حفظ کانال های مالی با ایران یک سازوکار مالی ویژه طراحی کرده و آلمان و فرانسه در این باره به توافق رسیدن. به نوشته این روزنامه بر اساس توافق بردین و پاریس ساز مالی ویژه برای حفظ روابط تجاری اتحادی اروپا با تهران به صورت نهادی در فرانسه مستقر شده مستقر شده و یک آلمانی ریاست آن را بر عهده خواهد داشت بر اساس همین گزارش نه کشور اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا، اتریش و اتحادیه سیاسی اقتصادی بین لوکس یعنی کشورهای سگانه به گمانم بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در واقع تمایل به پیوستن به این نهاد رو نیز اعلام کردند. در مجموع اکنون و با گذشت بیش از هفت ماه اطلاف وقت و پشت هماندازی اروپایی ها ساز و کار مالی که حتی زمان آغاز به کار آن نیز مشخص نشده قرار نیست ساز و کار فروش نفت ایران را پوشش دهد. و تنها به تجارت کالاهای غیر ضرور و محصولات غذایی و آرایشی و بهداشتی که از حساسیت بالایی برخوردار نیستند محدود می شود. با وجود این از همکنون گویا مخالفت جناه راست در اردوگاه محافظ کاران پدیدار شده با هر گونه معاملات از این دست جایی ای که آقای مهدی آقا محمدی یکی از تحلیلگران جناه محافظه کار عنوان کرد که ظاهرا صورتی از SPV اروپایی نهایی شده که خطرات بسیاری به زعم وی برای تجارت خارجی و امنیت ملی ایران در این مکانیزم نهفته است که اگر به آن بی توجهی شود تحریم های آمریکا نه تنها دور نمی خورد بلکه مؤثرتر و کاریتر هم خواهد شد و در وقت باقی مانده برنامه امشب به اعتراض ها در فرانسه نظری گذری میاندازیم که به صورت گسترده در روزنامه های جناه راست و نزدیک به اقتدارگرایان باستاب یافت در این میان روزنامه سیاست روز در مطلبی به عنوان نفر بر مقابل نفر تروریست در برابر مطالبه شهروندی نیروهایی که برای سرکوب معترضینی که دست به خشونت زدند رو از نیروهای سازمان مجاهدین خلق خواند که برای این کار به خدمت گرفته شدند این روزنامه همچنین در بخش از گزارش خود اشاره میکرد که این روزها که مردم داد میزنند چرا ما بایستی مالیات بدهیم و سرمایه داران نه نمایش عملی از حقوق بشر غربی در کوچه پس کوچه های پاریس اکران میشود نمایشی که اتفاقا در آن یک زن توسط پلیس برای کنترل آشوب کشته میشود اما هیچ نهاد به اصطلاح حقوق بشری نوارد می شود و نه گزارشگری گزارش میکند اتفاقا به زمین سیاست روز برخی وادادگان غربی وطنی تیتر میزنند که پوپولیست در مقابل لیبرالیست و تزلم خواهی مردم رو حرکت پوپولیستی جلوه میدهند البته گویا دستن در این روزنامه تونرو فراموش کردند که در اعتراضات دیماه گذشته ای ایران بیش از پنج هزار نفر توسط نیروهای امنیتی آقایشان در ایران بازداشت شدند و بیش از 20 نفر صریحا اعلام شد کشته شدند و هیچگاه هم از تعداد زخمی ها آماری منتشر نشد و معترضین رو به عوامل خارجی نسبت دادند که مزدور کشورهای دیگر هستند همزمان ما روزنامه کیهان و وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه عنوان اصلی صفحه یک خود رو به همین موضوع اختصاص داد در مقاله هم به عنوان هر که بیروزی است روزش دیر شد به قلم شخص آقای حسین شریعت مداری نماینده تامل اختیار خامنه ای در این رسانه منتشر کرد و متوهمانه ماجرای امروز فرانسه رو نتیجه پیشبینی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هفت سال پیش خوانده بود که در آن زمان گویی یا همزمان با بهار عربی خامنه ای اعلام کرده بود این قیام ها به اروپا هم خواهد رسید سعب روزی بلعجب کاری پریشان عالم است سال اینجاست که رهبر جمهوری اسلامی چگونه قیام مردم در دیماه 96 و پس از آن رو پیش بینی نکرده و نمی کند و فقط تخصصش گویا این است که پیش بینی اعتراضات اروپایی ها و کشورهای منطقه اسلامی و همسایگان را می کند برای ایران فقط فرمان کشتار صادر می کند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می رسد تا شامگاه فردا سشنبه در ایران فردا بامداد روشن بدرود